دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی اجلاس امسال را مهمترین اجلاس در تاریخ این اتحادیه می داند. به گفته راسموسن، اجلاسی حیاتی در زمانی حیاتی. ما با فضای امنیتی کاملا متفاوتی مواجه هستیم. در شرق روسیه به اوکراین حمله کرده و در جنوب شرقی شاهد رشد یک سازمان تروریستی به اصطلاح خلافت اسلامی هستیم که مرتکب وحشتناکترین اعمال شده و در جنوب شاهد خشونت، فقدان امنیت و بی‌ثباتی هستیم. در مورد طرح صلح رئیس جمهوری روسیه برای اوکراین، آقای راسموسن گفت آنچه عملاً در منطقه و در میدان جنگ می‌گذرد مهم است. رهبران کشورهای عضو ناتو به حمایت از اوکراین بر سر یک میز می‌نشینند. رئیس جمهوری فرانسه، رئیس جمهوری آمریکا، نخست وزیر بریتانیا، صدر اعظم آلمان و نخست وزیر ایتالیا. نخست وزیر بریتانیا که میزبان اجلاس ناتو است، تهدید به فشار بیشتر بر روسیه کرده اگر آن کشور فعالیت‌های نظامی‌اش در اوکراین را متوقف نکند. رئیس جمهوری اوکراین از این رهبران سلاح، آموزش و اطلاعات مورد نیاز نیروهای مسلح کشورش برای مقابله با روسیه را می‌خواهد. همینطور حمایت سیاسی. ولی از آنجایی که اوکراین عضو ناتو نیست، اعضا نمیتوانند علناً برای دفاع از آن دست به عملیات نظامی بزنند. اکنون اوکراین دوباره تصمیم به ملحق شدن به این اتحادیه نظامی گرفته. گروه موسوم به خلافت اسلامی در سوریه و عراق نیز اکنون تهدیدی در جنوب اتحادیه محسوب میشود. دبیر کل ناتو معتقد است جامعه بین المللی باید یک پارچه عمل کند. من از عملیات نظامی آمریکا برای جلوگیری از پیشروی گروه تروریستی خلافت اسلامی و همچنین کمک‌های دیگر متحدین به اشکال دیگر استقبال می‌کنم. آقای راسموسن گفت ناتو هنوز درخواست کمک دریافت نکرده. مطمئنم اگر دولت عراق از ناتو درخواست کمک کند، متحدین به طور جدی آن را بررسی خواهند کرد. آمریکا، بریتانیا و آلمان شدیداً نگرانند که شهروندانشان که به خلافت اسلامی در سوریه و عراق پیوستند، در بازگشت تهدیدی در داخل کشورهایشان باشند. گیتا آریان، صدای آمریکا.